اخباب جان با 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 چی سرور با با جان با 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 بی سرور اخ اخ بنای زاوم بنای زاوم ای تاج زرم اخ اخ در سفری که 5-6 سال پیش به کردستان داشتم، شهر به شهر می رفتم و در هر شهر با مردم و با فعالان مدنیش هم سخن می شدم و سوزهایشان را می نیوشیدم. در مریوان نخست کسانی که به دیدنم آمدند جوانان خوب و نازنین کردستانی بودند، از دانشجو تا دست فروش، تا کارگر، تا کارمند، تا بیکار، تا بیکار، تا بیکار. از هر در سخن راندیم و من به چشم خود دیدم چه صدق و صفایی در این جوانان موج می‌خورد و باور کردم چه ایرانی‌اند اینان. دانستم جوانان کردستانی عجبا که بیش از هر چه گرسنه محبتند و هیچ نمیخواهند جز اینکه یکی ببیندشان و بفهمدشان. وسط صحبت ها مان مردی آمد با اندوهی عمیق بر چهره. معرفیش کردند. اسمش اقبال مرادی بود، پدر زانیار و عموی لقمان، که این هر دو، زانیار مرادی و لقمان مرادی، جوان بودند و در زندان و زیر تیغ اعدام به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان. اقبال آنچنان دست به دامن من شد که گویی تمامی رشته های کاخ سفید و کاخ کرملین و بیت رهبری به دست من است. او را چاره ای جز این نبود که به هر پوشالی دست ببرد تا مگر عزیزانش را از دهان گشوده مرگ برهاند. در مریوان به چند و چون این ترور فرو شدم و تا جایی که ممکن بود در اطرافش کاویدم و دانستم زانیار در روز حادثه در مریوان نبوده و در جایی دور بنایی می کرده و همین خاطر نمی توانسته در روزی که در مریوان نبوده همزمان به پسر امام جمعه شلیک کرده باشد. حتی با یکی از شاهدان حادثه دیدار کردم و سخنانش را شنیدم. دلم می‌خواست سهمی اندک در قبار روبی از چهره مریوان داشته باشم. همان روز به امام جمعه مریوان زنگ زدم، خودم را به وی معرفی کردم و از او خواستم که دریچه‌های رحمتش را وا بگشاید و از قصاص این دو جوان درگذرد. پای که پس کشید، کم کم و البته غلیظ به التماس افتادم، انگار طناب دار دور گلوی دو پسر خودم پیچیده بودند و یکی داشت حلقه طناب را تنگتر و تنگتر می کرد. التماس های من راه به جایی نبرد، مرا البته هنوز امید بود. روز بعدش چهره شهر امنیتی شد. ماشین های ضد شورش می رفتند و باز می آمدند. یکی گفت شاید می‌خواهند این دو جوان را اعدام کنند و ای بسا از واکنش مردم شهر در هراسند. با نگاه به صورت نگران مردمی که از اعدام عنقریب این دو جوان رنگ به رنگ می‌شدند، احساس کردم چه سنگ بزرگی بر پشت مریوان نشسته و قامتش را خمانده است. نوریزاد که توفنده ترین نقدهایش را روانه بیت رهبری و شخص رهبر می کرد، راهی به ذهنش خطور کرد تا مگر در آن بنبست سخت راهی وا کند. چه؟ اینکه برود و به پای رهبر بیفتد. این کار را هم کرد؟ بله،
از همان مریوان در یک فایل صوتی با رهبر سخن گفتم و به پایش افتادم و بسیار بسیار التماسش کردم. اندوه مریوان را برایش تشریح کردم و از وی خواستم پای پیش بگذارد و از اعدام این دو جوان درگذرد. اکنون از آن التماس های غلیظ ناچاری 5 سالی سپری شده. زانیار و لقمان هنوز در زندانند و زیر تیغ اعدام. هفته گذشته اقبال پدر زانیار و عموی لقمان در کردستان عراق زده شد و کشته شد. چه کسانی اقبال را زدند و کشتند؟ نمیدانیم، اما میگویند عوامل جمهوری اسلامی. گوارای وجودشان، اقبال کاسبی میکرد، ضرری برای کسی نداشت. او به خون غلطید در حالی که پسر و برادرزادهش از سالها پیش در زندانند و زیر تیغ اعدام. میگویم همینجاست که اگر رطوبتی از رحم و شفقت در هزار توی شاکله نظام ولایی به چشم میخورد، همان رطوبت به جنبش آید و پای در میانی کند و این دو جوان داغدار را به خانه برگرداند. اگر التماس غلیظ کارساز است، من یکی مهیایم. خبرم کنید تا برای رهایی این دو جوان به پای هر کدامتان بیفتم. یادم هست در همان فایل صوتی به آقای خامنه ای گفته بودم کردستان داغ فراوان به سینه دارد، نپسندید داغ این دو جوان جگرش را بسوزاند. محمد نوریزاد، 30 تیر ماه 97، تهران. بابا جان بابا بابا چی سرورم بابا جان بابا بابا سرورم آخ آخ بنای زاوم بنای زاوم ای تاج زرم آخ آخ